داشت. طبیعتاً انتظار داریم که انرژی پتانسیل باشه W یا MG ضرب در H به اضافه YA، ولی چون YA نسبت به H خیلی کوچیک‌تره ما ازش صرف نظر می‌کنیم در ساده‌سازی مسائل. دقت بفرمایید برخی از مسائل ممکنه این ایرگه خیلی قابل توجه باشه نسبت بهش، بس با دقت کنید در کجاها این تقریبا رو انجام بدید. که اگه این کار رو هم انجام بدم در نهایت تنش معادل سقوط یک وزنه بر روی تیر تنش نرمالی که ایجاد میشه در اصل این خمش به این صورت حساب میشه که آی مون انرژی سطح مخته هستش، سی نصف عرض مخته هستش، ال طول تیر هستش، دبلیو وزنه اون وزنه این هستش که سقوط میکنه، اش هم ارتفاعی هست که سقوط میکنه، ای هم که مدول یانگ این تیر هستش. برای مقطع دایره‌ای به جای آی میذارم 1/4 پی سی به توان 4 ضرب در ال، که این کار انجام بدم میشه 1/4 وی. اگه تو رابطه قبلی بذارم یا تو این رابطه بذارم سیگما ام هم در حالتی که این مقطع یک تیر دایروی باشه، سطح مقطع دایروی باشه، میشه 24 تا یو ام ای تقسیم بر وی. این میشه تنش نرمال ناشی از وارگذاری ضربه ای در اثر سقوط. اما بحث اصلی این فصل از اینجا شروع میشه، یعنی بحث کار و انرژی در یک بار منفرد. خب خاطرتون بود ما گفتیم اگر یک تیر داشته باشیم به این صورت تحت بارگذاری محوری پی، طبیعتاً انرژی کرنشی به صورت یو مساوی است با از 0 تا x1 پی دی ایکس، یا یو به عبارت مساوی است با 1/2 پی x1. این چطور به دست اومد؟ خب معادله کار انرژی رو بنویسی، انتگرال بگیری، کار مساوی است با انتگرال پی دی ایکس، اگه خطی باشه رابطه شون پی مساوی کا مثلا ایکس، این کار انجام بده میشه 1/2 کا x2، که اگه دوباره یکی از x ها رو به صورت تفکیک شده قرار بدین کا x میشه پی، که به عبارت 1/2 پی ضرب در جابجایی میرسید. مباحثی بود آشنا که در فیزیک مقدماتی هم با اون آشنا هستی، اینجا هم همینه. خب کار نیروی خارجی پی به صورت 1/2 پی x1 در جسم به صورت انرژی الاستیک کرنشی یا انرژی داخلی ذخیره میشه. این میشه اصل کار و انرژی در یک بارگذاری منفرد. حالا از این مفهوم استفاده می‌کنیم برای حالتی که بارگذاری به شکل‌های مختلف. اگه بارگذاری به جای اینکه محوری باشه، عرضی باشه، طبیعتاً انتظار داریم یه خیز عرضی داشته باشیم. خب پس کار ناشی از بارگذاری منفردن تحت عنوان پی به صورت بارگذاری عرضی مساوی است با 1/2 نیرو ضرب در جابجایی. جابجایی نقطه اثر نیرو که میشه 1/2 پی y1. از طرفی می‌دونم y1 برای یک تری یک سر درگیر میشه پی ال 3 تقسیم 3 ای آی. این کار انجام بدم انرژی کرنشی میشه پی 1 به توان 2 ال 3 تقسیم 6 ای آی. پس این میشه انرژی کرنشی یک تری یک سر درگیر. اصلا این نمیتونه حفظ باشید. برای یک تری یک سر درگیر انرژی کرنشیش اگه گفتن چی میشه، میشه 1/6 پی 2 ال 3 تقسیم 6 ای آی. یکی از نکات مهمه. حالا اگر لو کاندیشن هم به صورت کوپل خمشی باشه، خب بدیهی انرژی کرنشی هست ام دی تتا، همونطور که پی دی ایکس بود یا هست ام دی تتا، ام معادل پی دی ایکس معادل دی تتا است. از 0 تا تتا 1 مشخص. حالا تتا 1 تیر تحت کوپل خمشی یک سر درگیر یادتون بود بود ام ال تقسیم بر ای آی تو فصل خیز تیرها صحبت کردیم. حالا اینم که هست 1/2 ام تتا 1 دیگه عین 1/2 پی 1 x1 عین همونه. حالا یه بجای تتا 1 بذارید این عبارت ام 1 ال ای آی که میشه ام 1 به توان 2 ال تقسیم 2 ای آی. برای حالتی که دوباره لود کاندیشن به صورت کوپل پیچشی باشه، یو انرژی کرنشی هست انتگرال تی دی فی از 0 تا فی 1 مشخص که میشه 1/2 تی 1 ضرب در فی 1، 1/2 پی 1 ضرب در ایکس 1، 1/2 ام 1 ضرب در تتا 1. اینا همشون معادله همن. حالا کافیه به جای فی 1 تی ال جی جی زاویه پیچش الاستیک نسبی رو میداد جایگذاری کنید که میشه 1/2 تی 1 تی 1 ال تقسیم بر جی جی که میشه 1 به توان 2 ال 2 جی جی. من 3 تا حالت رو بررسی کردم، حالت سوم، حالت دوم و حالت اول که برای یک تیر یک سر درگیری، که اگه اینها رو به خاطر بسپارید خیلی بهتون کمک میکنه. اما حساس رابطه کاستیگلیانو که گفتیم رابطه بتی ماکسوئل هستش که یک سری معیاری هستش که تو بارگذاری منفرد خوش نشون میده. الان ما میخوایم بیام کم کم دیگه ارتباط بدیم انرژی کرنشی رو به تعیین تغییر مکانها. به چه شکلی؟ چون یک تیری رو در نظر بگیرید، یه تکیگاه غلطکی و یک تکیگاه مفصلی در نقطه A مفصلی و در نقطه B تکیگاه غلطکی تحت دو تا بارگذاری منفرد پی 1 و پی 2 در دو تا نقطه سی 1 و سی 2. خب اگه این دو تا
هستم، یه طاقت یه رو دیده ده پوینه.